بعضن دوستان به نسبت یک موضوع اظهار نارضایتی میکنن، اظهار ناراحتی میکنن. دوستان مؤمنی که واقعا دنبال دین و دیانت هستن و میخوان که الله متعال را راضی بکنن و مطابق قرآن سنت میخوان زندگی بکنن، در وجود خود وسوسه های بسیار سنگینی را متاسفانه مییابند. وسوسه های بسیار سنگینی به دست خدا و قیامت و جنت و جهنم و اصلا صاف ساده. بعضن دوستان میان میگن که حافظ صاحب قلب من در از اندرون من پناه بر خدا به خدا فوش میده، یا من در سجده هستم و میبینم که از اندرون من به نسبت دنیای بازپسین زندگی بعد از مرگ انکاری خود به خود در اندرون من پیدا میشه. و این مواردی است که واقعا انسان را ناراحت میکنه. منتها این مسئله باید واضح بشه. دوستان دقت بکنین، وسوسه نشدن در اختیار ما نیست، ما وسوسه میشیم. نبی خدا علیه السلام را الله تعالی در قرآن دعای دادن که وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. ای محمد مصطفی بگو رب اعوذ بك، یعنی من به تو پناه میبرم، من همزات الشیاطین، از وسوسه های شیطان ها. و اعوذ بك رب یحضرون، اینکه شیطان های انسی جنی بر من حاضر بشن، یا الله من به پناه میبرم. پس وقتی نبی خدا علیه السلام را الله متعال چنین دعایی یاد داده، اینکه ما وسوسه نشیم این امری محال هست. یا حضرت یوسف علیه السلام در اول پاره 13 فرمودن و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، این نفس انسان بسیار امر کننده به بدی است. وسوسه هایی که انسان مؤمن میشه این علامت ایمان او هست، یعنی یک نوری در اندرون او افتاده و الله متعال به وسیله، یعنی این نوری که در اندرون افتاده، حالا این شیطان ها انسی و جنی میان در این وسط وسوسه میکنن و بر همین مبنا هم چطور میشه انسان وسوسه میشه. دوستان عزیز گرامی، حالا بحث سر اینه که انسان در مقابل وسوسه ها چیکار بکنه. چون که صحابه کرام رضی الله عنهم وسوسه میشدن، حضرت معاذ رضی الله عنه و دیگر صحابه آمدن نزد نبی خدا علیه السلام، یا رسول الله ان نجد فی انفسنا ما يتعادل، یا نبی خدا ما در اندرون خود چنان وسوسه هایی رو پیدا میکنیم، این طور ما وسوسه میشیم. اینو به زبان آوردنش خیلی برام گرانه، این خیلی مرا ناراحت میکنه. نبی صلی الله علیه و آله که او ما قد وجدتموها، یا شما واقعا چنین هستین که شما وسوسه میشین و این بر زبان آوردن شما برای شما سنگینه. صحابه فرمودن بله یا رسول خدا، فرمودن دلی که من کمال ایمان، فرمودن این از کمال ایمان شماه. لذا اگر ما وسوسه میشیم و به نسبت این وسوسه ها به الله پناه برده و آنها را بر زبان نیاوریم، هیچ گناهی برای ما اصلا نداره، و بلکه این علامت قرب من شما نسبت به الله متعال که نوری در اندرون ما افتاده، حالا اون شیطان های انسی و جنی میخوان این نور را از من شما چکار بکنن، بگیرن. دوستان عزیز گرامی، صحابه کرام رضی الله عنهم وسوسه میشدن، حالا تنها یعنی وسوسه های خیلی سنگین. حضرت معاذ رضی الله فرمودن یا رسول خدا من چنان وسوسه میشم که اگر من در آتش بیندازن و من زغال بشم و من تکه تکه بشم، این برای من گواراتر از این هست که این وسوسه برای من پیش بیاد. صحابه آمده یا رسول خدا که ایمان در زبان من هست، زبان من لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، زبان من میگه من به الله ایمان دارم، به قیامت ایمان دارم، به جنت و جهنم ایمان دارم، اما فرمودن که نفاق و کفر در قلب منه، قلب من داره انکار میکنه. نبی خدا فرمودن الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه، شکر خدای را که کار اتفاق به وسوسه هست و به عمل نرسیده. لذا دوستان عزیز گرامی، این که من بگم شما به نسبت این موضوع ناراحت نشین، خب انسان رو ناراحت میکنه. انسان یک هزار تومانی هم از جیب او بیفته و این انسان ناراحت میکنه. حالا اون اندرون کیفیات باطنی مؤمن وقتی که از او گرفته میشه، انسان بیشتر ناراحت میکنه و این حالت ها هستن. و به نسبت این موارد تنها و تنها راهش همینه که ما دعا بکنیم و با مردان خدا، با انسان هایی که در اندرون اونها به نسبت ذات خدا و صفات خدا یقین هست، با اونها بنشینیم و بلند بشیم تا از برکت وجود اونها، از نورانیت وجود اونها در اندرون ما هم چکار بشه، سرایت بکنه انشاءالله تعالی. این یک موضوع. حالا بس اینه که خب انسان وسوسه میشه دیگه، جلوی وسوسه را ما چطور میخوایم بگیریم، چیکار بکنیم، چیکار بکنیم اصلا وسوسه نشیم؟ این امر محال هست که ما اصلا وسوسه نشیم، بلکه علامت وسوسه شدن همینطور که قبلا هم یادآوری کردم، این علامت ایمان من شما هست. این یک موضوع. نکته ای هست که بنده این را هم یادآوری کنم بهتره. یک حالتی هست در مؤمن واقعی، اینو میگن قبض و بست. بعضن هست که انشراح صدر برای انسان دست میده
روح و روان شما برای عبادت و ذکر و تلاوت اینا خیلی شوقمند هست و بعضا قبض میاد دیگه، خیلی بدجور دل انسان میگیره، فکر انسان، وسوسه های ناجور. اینو مفسرین کرام در تحت آیه و الضحى و اللیل اذا سجى فرمودن که سالک راه خدا، رونده راه خدا، این دو حالت براش پیش میاد. لذا این حالت های عادی هستن و اگر این حالت ها در وجود ما نیاد، این احتمال زیاد به تکبر ما را واقع داشت. از اشرف علی تانی رحمت الله علیه به نسبت این موضوع پرسیده بودن که ما وسوسه خیلی سنگین میشیم، حکمت این کار چیه؟ فرمودن که بله، شما را دارن برای اون دقیقه های بازپسین زندگیتون آماده میکنن، چرا که در اونجا انسان خیلی وسوسه میخواد بشه، شیطان نهایت زور خودش را در آخرین لحظات زندگی انسان برای انسان میاره و این تمریناتی هستن برای همون روز. لذا اگر چنین وسوسه هایی را در اندرون خودمون میابیم، به نسبت این مسائل تنها راهش همینه که به خدا پناه ببریم و با مردان خدا در این میدان چکار بکنیم، هم نوا و هم گام باشیم. در خیلی از مواقع هست که این قبض و بست تا یک ماه تا دو ماه هم پیش میره، این گونه موارد پیش میاد. لذا این یه چیز عادی در مسیر زندگی خدایی هست. یوسف گمگشته باز آید به سامان، غم مخور، کلبه حزان شود روزی گلستان، غم مخور، ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خاد مغیلان، غم مخور. این دیگه یه چیز طبیعی هست دوزن از نگرامی، این که ما اینو از وجود خودمون برداریم. منطقه یه چیز شما شاید تجربه کرده باشین که بعد از رفتن این وسوسه ها، بعد از یک مدتی شما به وضوح در اندرون خودتون ایمان جدیدی را میابین، یقین جدیدی را میابین و بعدها دوباره که مثلا اون وسوسه ها دوباره عود میکنن، این دفعه بدتر انسان وسوسه میشه به نسبت دفعه قبل، خیلی شدیدتر هست و تا که جلوتر دوباره باز انشراح سدی برای انسان دست میده و همینطور این مسیر ادامه داره تا انشالله ما با الله متعال با ایمان ملاقات بکنیم. و بنده این یکی از محبت های الله متعال نسبت به بندگانش میدانم، چرا که این حالت تا در وجود ما نیاد چه بسا ما را تکبر بگیره و تکبر چیزی است که الله متعال هرگز آن را معاف نمی کنه. لذا دوستان گرامی، به نسبت وسوسه ها به خدا پناه ببریم، با مردان خدا در ارتباط باشیم، همگام باشیم، همروا باشیم، انشالله به برکت این استقامت در راه دین خدا برای ما انشالله نصیب خواهد شد. الله امتحان به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.